هفته گذشته جناب نیکبخت، من یک سوالی رو از در این برنامه از هموطنانمون کردم و اون این که چقدر و چگونه حاضر هستند برای سرنگونی و یا تغییر نظام. حالا بعضیا دوست ندارن واژه سرنگونی رو مصرف بکنن، ولی سوال اینجاست که چقدر حاضر هستند کمک بکنن برای سرنگونی و یا تغییر جمهوری اسلامی. این کمک لزوما پولی نیست، میتونه کمک غذایی باشه، یعنی در داخل ایران کسانی که دستشون میرسه به مردم کمک بکنن، یا گوشت بدن، نمیدونم تخم مرغ بدن یا هر چیز دیگه. حالا علتش هم عرض میکنم. و یا اینکه اگر کسی که نویسنده هست میتونه خوب بنویسه، به من کمک بکنه، به امثال شما کمک بکنه، به دیگران کمک بکنه، و یا موزیسین موزیک میزنه یا هنرپیشه هست میتونه صدای خوبی داشته، یعنی صداش برسه، یک فوتبالیست، یک والیبالیست میتونه جمعیت هایی رو دور خودش جمع بکنه یا بهش گوش بدن. آمار نشون داده که هنرمندها، عرشبت کسانی که سلبریتی هستن، خیلی بیشتر صداشون قوی تر هست تا یک پولیتیشن یا یک سیاستمدار. این واقعیته، آمارهای به خصوص زیادی رو دادن. یا اینکه کمک مالی بکنن. این کمک مالی هم از داخل هم از خارجه، یعنی فرقی نمی کنه. و صحبت من از این بود که بسیاری که نمیان تو خیابونها و به اصطلاح دست به اعتراض و اعتصاب نمیزنن، این میتونه شرکت نفت باشه، ترابری باشه، کامیوندارا باشن، دکترا باشن، نرس باشن، هر حرفه‌ای، معلمان که الان هستن و کسانی که حتی کسانی که الان در زندان ها هستن، به خانواده هاشون کمک بشه. این صحبت بود که من کردم. خوشبختانه چند نفر با من تماس گرفتن و گفتن که ما حاضریم که هر کمکی که بتونیم بکنیم. یک دو نفر گفتن ما حاضریم که یک سوم یا یک چهارم حقوقمون رو بذاریم کنار برای یه همچین برنامه ای. ما حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم. من میخوام که شما که در زندان بودین، سالها در زندان بودین، الان دستتون باز برای آشنایی و مشکلاتی که مردم دارن در مورد اعتصاب. چون من معتقدم، نه من، شما هم همینطور، به همه معتقد هستیم که تا مردم نیان تو خیابون و نشینن و نرن به منزلشون و نگرانی خانوادهشون رو نداشته باشن که پس فردا صابخونه بیرونشون نکنه، یا اینکه قوت داشته باشن، نون داشته باشن بخورن، بچهشون شیرخوش داشته باشه یا هر چیز دیگه، احتیاج به کمک همگان هست. شما چی میگین راجع به این صحبتی که من دارم میکنم و پیشنهادتون چیه؟ چه کار باید کرد؟ شما داخل هستین، ما از شما یاد میگیریم. جناب نیکبخت بفرمایید. خواهش میکنم جناب آقای افشینجان، من اگر بخوام یه راهکار بدم و اون اینه، بیاین. خب اونایی که میان تو خیابون که همشون دستگیر نمیشن، اگه کسی دستگیر نشه مشکلی براش پیش نمیاد، میتونه به هر حال یه جور زندگی خودش رو مدیریت کنه و پیش ببره. اون ترسی که وجود داره از اینه که دستگیر بشن و وقتی دستگیر میشن اینها از زندگی ساقط میشن. خب به هر حال که فرزند دارن، همسر دارن، اجاره منزل دارن، همه اینا. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما بیایم یه ستادی تشکیل بدیم، اون ستاد هم در خارج از کشور باشه. اون ستاد اعلام کنه که هر کس در ایران به زندان افتاد این اسنادش رو به فلان آیدی منتقل کنه. ما برای راستی آزمایی هم وکلامون رو در داخل ایران داریم، چون اینا معمولا حکم و احضاری از دادگاه انقلاب میگیرن و ما میتونیم بلافاصله و بلا درنگ راستی آزمایی کنیم که این افراد درست میگن یا نه. وقتی راستی آزمایی شد همه با هم بهشون کمک، یعنی اونها رو تنها نذارن. این تنها نذاشتن باعث میشه که تکثیر بشن و شجاعت تکثیر بشه، ریسک پذیری تکثیر بشه و مردم به میدون میان، بدونن اگر دارن میرن زندان یه عده‌ای هستن که برای این زندان رفتن اونها ارزش قائلن. و این کار درست و اصولی است، یعنی باید بیایم یه ستادی داشته باشیم
برای اطلاع رسانی به مردم و اینو تو همه رسانه ها هم پخش کنیم، مرتب زیرنویس کنن و مردم دعوت کنن که اسنادشون رو به اونجا ارسال کنن.